چنانچه در برنامه دیروز شنیدید نیروهای امنیتی در یک عملیات شبانه بر لیه پوهنتون ننگرهار 27 تن از محصلان را به شک دست داشتن در برپاسازی آشوب ها دستگیر کردند و سپس گفته شد که این افراد با حلقات تندرو در ارتباط بودند مظاهرات ضد نظام و حکومت اصوی افراد در پوهنتون ننگرهار بعضهایی را در مورد آزادی عمل آنان برانگیخت. امروز در رابطه با چگونگی فعالیت های غیر اکادمیک محصلان در افغانستان صحبتی داریم با شیر دشتی عضو اتحادیه محصلان پانتون کابل که مهمان برنامه ما آقای دشتی سلام بر شما خوش آمدین با توجه به رویدادهای اخیر در پوهنتون ننگرهار به نظر شما تندروان تا چه حد تانستن که در حلقات محصلان نفوس خود را گسترش بتن و این مشکل در پوهنتون کابل هم وجود داره یا خیر؟ بаله با تشکر از شما متاسفانه وضعیتе کи د ننگرهار پیش آمаد خصوصا عمل کи محصلین ننگرهار انجام داد خеلی به ذهنیت افکارи عامه تاثیر منفی داشت ولе ای مسئله ناگفته نمانه کи عینи مسъله یک سال پیش د پهنتون کابل ه رخ داده بود متفان جوانای ما به این اینکه در پانتونا پا بیا درس بخواند مطالعه بکنه فعالیتای های را انجام می که گروه مخالفین عملا رو انجام می بالا کردن بیرق امارات اسلامی یعنی داعش خیلی یک چیزی بود که ما شخصا بایس عضو معسلین تقبیه میکنم بله و پیش از اینکه سوال دیگر را مطرح بسازیم می خواهیم که امیر وضاحت بتم که مسئولان پانتون پا ننگرهاری را تصریح کردند که این عمل با تعداد از محصلان محدودی که در پی آشو بستند به با او باید نسبت داده شود نه به همه محصلان پانتون ننگرهار خب آزادی بیان یکی از دستاورت های بزرگ در افغانستان شمرده میشه اما به نظر شما ای آزادی خط سرخ هم داره یا خیر آیا می توان ای آزادی در مورد تجمعات مثل مظاهرات اخیر در پنتون نگره هم صدق بکنه بله آزادی بیان یک چیز واقعیت است می میپذیرم ولی استفاده سوء استفاده از آزادی بیان باز خیلی معنا نداره یک تеداد محصلها د پهنتون ننگرهار می عمله انجام داد ما نسبت داده نمیتانیم ن کل پهنتون ننگرهار محصلین کل پهنتون ننگرهار به ضمن ک تید بکن موضوعره این تور نеست د پنتون ننگرهار هزارها محصل درس میخوانه ول او تعدادе کи شما دیدین چند روز پیش او به تعداد 10 نفر بود ع کل کل پانتون هم متهم به این کده نمیتانیم که کل پانتون ننگرهار یعنی دای کمپاین میکنه با ذهنیت های دایش کمپاین میکنه با فکر دایش این طور هم نیست آقای دشتی فعالیت های سیاسی محصلان در داخل پانتون ها و لیلیه ها در چه سطح می باشه؟ و در این عرصه چقدر آزادی دارن؟ منظورم آزادی در عرصه فعالیت های سیاسی شان است؟

یعنی فعالیت‌های های معسل اصلا خو معسل به د پانتونا پا که را پیدا میکنه کل برنامه و هدف و آرمانش باشه که ما د پانتون پا درس میخوانم یعنی همو مسلک کامیاب شده همو را خوبتر و صورت بهتر با پیش میبرم یعنی این طور فعالیت‌ها سیاسی که یعنی با گروه مخالفین خصوصا میشه این ای جایگاهی نداره و مردود هست و ایده نسبت به کل معاصله افغانستان بلی خصوصا پانتونی پا ننگرار نسبت داده نمیتونه بله آقای یک, عمل یک خبر یک خوب نیست بلی. بلی. یک سوال آخر اگر فشرده پاسخ بتین در قسمت بلی. نظم و امنیت عامه همکاری اتحادیه محسلان با مقامات امنیتی در چه سطحی باشه بلی. متاسفانه کمکاری های خصوصا بخش امنیتی ما وجود دارد چون این مسئله مسئله ای نبود که در یک ساعت شکل گرفته باشه مسئله ای بود که حتما دقات معسلین ننگرهاد بگو مگو شده بود باید قبل از که امی مسئله در در جاده ها میریخت همین مسئله جلوگیری میشد بله، یعنی ده این مسئله متاسفانه یک مسئله خیلی نگران کننده است خصوص به بز... بزینیت های افکار ما ممنون شما